چون امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به ویدیوهای دیگه. بچه‌ها یادتون باشه حدود یه ماه پیش یه برنامه بهتون معرفی کردم اسمش وافود که بازی کردن بازی مثل کلش رویال و اینا میتونید توش امتیاز جمع کنید و بعد امتیازاتون میتونید تبدیل گیفت کارت‌های مختلفی بکنید که بچه‌ها کلی برنامه‌شو دوست داشتن و دوست دارن و هنوزم توش فعالیت میکنن. امروز هم بچه توی این ویدیو اومدم بهتون یه سری ترفند دیگه از این برنامه یاد بدم که خیلی سریعتر میتونید توی برنامهش به حد برداشت برسید و ازش گیفت کارت برداشت بدین. بچه برنامهش دو تا خوبی داره. اولیش اینه که گیفت کارت رو خیلی سریع به شما تحویل میده، یعنی زمانی که امتیازتون رو میدید خیلی سریع گیفت کارتتون رو بهتون میده. و از اون طرف خوبی دومش هم اینه که به هیچ عنوان اکانتتون رو بند نمیکنه مثل میس پلی و خیلی خوبه. ویدیو بچه ها حتما با دقت و تا انتهاش تماشا کنید که یه سری ترفند و نکته جدید از این برنامه میخوام بهتون بگم. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره و اگه دوست داشتید ویدیو هم برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید که اونا ازش استفاده کنن و بتونن از این برنامه درآمد داشته باشن. یه سری از برداشتای بچه‌ها رو الان روی تصویر واسهتون میذارم. یه سری گیفت کارتی که بچه‌ها برداشت دادن الان روی تصویر واسهتون میاد، مثل گیفت کارت ریزر گولد، گیفت کارت اپل، گیفت کارت پلی استیشن، گیفت کارت گوگل که میتونید ببینید که اوکی و برنامه‌اش پرداختی داره. بدون حرف اضافه دیگه بچه‌ها خیلی سریع بریم سراغ ویدیوی امروزمون. بچه همونطور که بهتون گفتم توی این ویدیو قرار با هم دیگه بریم یه سری نکته و ترفند از برنامه باف بهتون بگم که خیلی سریعتر بتونید توی این برنامه امتیاز جمع کنید و باش گیفت کارت بگیرید. و یه سری روشایی که بچهای کانال واسم فرستادنم توی این ویدیو بهتون میگم که تونستن سریع امتیاز بگیرن باش و از برنامه برداشت بزنن. یه سری از گیفت کارتایی هم که بچه ها با این روش ها برداشتن و توی طول ویدیو واسهتون میذارم که ببینید که روش ها کاملا اوکیه و بچه ها با روش هایی که الان میخوام بهتون بگم، با ترفندهایی که الان میخوام بهتون بگم از برنامه برداشتن و هیچ مشکلی نداشته. خب بچه ها برنامه باف توی قسمت اول کامل بهتون معرفی کردم، آیکونش به این شکله، لینک دانلودش هم توی کانال تلگرام براتون میذارم. توی ویدیو قبلی از بازی کلش رویال واسه امتیازگیری توی این برنامه استفاده کردیم و یه وی پی ان خوب بچه شما واسه استفاده توی این برنامه نیاز دارید که من از اکسپرس وی پی ان استفاده میکنم خودم، که این اکانتی هم که الان میبینید و رایگان گرفتم. اگه میخواین آموزش گرفتن اشتراک رایگان اکسپرس هم واسهتون بذارم حتما توی کامنت ها بهم بگید که یه ویدیو واسهتون آماده کنم. این اکانت خودم کاملا اوکی و رایگان گرفتم و دارم ازش چند وقت استفاده میکنم، هیچ مشکلی نداشته. اگه میخواین حتما توی کامنت ها بگید که یه ویدیو واسهتون آماده کنم. از تیک وی پی ان هم میتونید استفاده کنید چون سرورهای اونم اوکیه و آی پی سرورهای تیک وی پی ان هم ثابته. خب بچه ها در قدم اول وارد برنامه باف میشم و اینجا یکم صبر میکنیم که برنامه بالا بیاد. و این اکانتی که بچه ها الان اینجا میبینید و من توی ویدیو قبلی ساختم همونطور که میبینید 54 تا امتیاز دارم و چیز خاص دیگه ای توی این صفحه نیست. اول بریم بچه ها یه سری توضیحات در مورد چیزایی که میخوام بهتون بگم بهتون بدم و بعد بریم سراغ توضیحات اصلی. در قدم اول بچه ها وارد بخش گیمزش میشم. همونطور که بهتون گفتم یه سری بازی داره هم روی موبایل هم روی پلی استیشن هم روی کامپیوتر که میتونید بازی کنید و باش امتیاز جمع کنید. این خط پر میشه و وقتی خط پر شد امتیاز بهتون میده و وقتی امتیازتون به یه حدی رسید میتونید باش گیفت کارت بگید، که همونطور که میدونید امتیاز خیلی زیادی بخش گیمزش نمیده. به خاطر همون این ویدیو رو الان دارم واسهتون ضبط میکنم که یه سری روشهای دیگه هم بهتون بگم. بخش جایزهای هفتگی هم داره بخش گیمزش که اگه اینجا وارد شید یه سری مأموریت واسهتون میاره، یه سری وظیفه میاره که اگه این وظایف رو کامل کنید یه مقدار امتیاز این بخش هم بهتون میده. که الان بچه‌ها در ادامه میایم و از این بخش بهتون یاد میدم که چند برابر حالت عادی امتیاز بگیرید که خیلی به دردتون میخوره مطمئنم. و یه چیز دیگه ای که بچه‌ها خیلی ها بازم سوال پرسیده بودن مربوط به بخش پریمیوم کردن اکانت برنامه بافه که الان بهتون میگم یه سری توضیحات در موردش بهتون میدم. اینجا بچه ها سه نوع پریمیوم داره این برنامه. پریمیوم معمولی که 4 دلاره که 50 تا امتیاز ماهانه بهتون میده، ضریب امتیازاتون رو 1.5 برابر میکنه و
آیتمایی که توی بخش فروشگاه زیرشون نوشته پریمیوم با این باز میشه و میتونید اون آیتما رو هم با امتیازایی که میگیرید بخرید، که من پیشنهاد نمیکنم از این بخش پریمیومش اگه تا الان گیفت کارت اصلا نگرفتید استفاده کنید. اول برید یکی دو تا گیفت کارت بگید، اگه دوست داشتید بعد بخش پریمیومش هم میتونید فعال کنید. پریمیوم دومیش پریمیوم پلاس بود که یه سری ویژگی‌ها داشت، دو برابر امتیاز میداد و اینا. بخش آخرش هم پریمیوم الایت که 8 دلار ماهانه، همونطور که میبینید 200 تا باف ماهانه بهتون میده، 200 امتیاز ماهانه بهتون میده، امتیازگیریتون سه برابر میکنه. اون پایینم یه سری چیزای دیگه نوشته، یه سری مزایای دیگه داره که کاری باهاش نداریم. اینو بچا واسه این بهتون گفتم، الان بهتون میگم چرا اومدم این بخشو دوباره توضیح دادم. خیلی از بچه‌ها میان توی بخش فروشگاهش و میخوان این جایزهای پریمیوم رو با استفاده از اکانت‌های عادیشون بگیرن. نکنید بچه‌ها، یه سری از این گیفت کارت‌ها زیرشون نوشته فقط برای اکانت‌های پریمیوم در دسترسه و همه نمیتونن این گیفت کارت‌ها الان مثلا سفارش بدن. نکنید زیرش نوشته فقط برای اکانت های پریمیوم در دسترسه و با اکانت های معمولی نمیتونید اینا رو سفارش بدید. اکانت های معمولی بچه ها گیفت کارت هاشون فرق داره، همونطور که میبینید زیرشون هیچی ننوشته. مثلا این واسه اکانت های معمولیه و شما میتونید وقتی امتیازتون به حد برداشتش رسید بیاین سفارش بدید و گیفت کارت رو برداشت کنید. و یه سری گیفت کارت های دیگه هم هستن بچه، فقط واسه بافه در دست هستن. بافه هم یه سرویس پرداخت خود برنامه بافه که باید توش اشتراک داشته باشید و پاسپورت آمریکا و اینا داشته باشید که سخت گرفتنش. که شما بچه کاری با اونایی که نوشته پریمیوم و اونایی که نوشته بافه نداشته باشید و فقط بیاین گیفت کارت های عادیشو بگین. گیفت کارت های عادیش هم بچه همه گیفت کارت ها رو داره، فقط باید توی ساعت هایی که موجود داره بیاین سفارش بدید. گیفت کارت گوگل پلی داره حالت عادیش، گیفت کارت ریزر گولد داره، گیفت کارت پلی استیشن داره، گیفت کارت پابجی داره، همه گیفت کارت ها رو بخش رایگانش هم داره. نکنید الان که من اینجام گیفت کارت 60 تایی پابجی رو داره، موجود داره و اصلا نیاز به اکانت پریمیوم هم نداره و میتونم بیام الان سفارش بدم از این بخش. پس به این خیلی دقت کنید که با اکانت معمولیتون نخواهیم بیاین جایزای بخش پریمیوم رو بگیرید، چون خیلی از بچه‌ها هم توی اینستا هم توی تلگرام واسه من اسکرین شات میفرستن که چرا نمیشه برداشت زد و اینا. که گفتم اینو دوباره بهتون بگم که یه سری از این جایزا فقط واسه اکانت پریمیومه، جایزایی که واسه اکانت معمولیه رو شما باید بیاین و دریافت کنید که اونا وقتی موجود میشن یکی دو ساعته تموم میشن. حتما ای مرتب سر بزنید اگه گیفت کارت خاصی مد نظرتونه و وقتی موجود شد سریع سفارش بدید تا تمام نشه، چون ممکنه یکی دو روز دوباره طول بکشه که دوباره اون گیفت کارت موجود بشه و بتونید سفارش بدید. خب بچه‌ها، این مربوط به بخش پریمیوم کردن و اینکه چجوری ضریب امتیاز افزایش پیدا میکنه و چجوری میتونید گیفت کارت بگیرید با اکانت معمولی و پریمیوم، همشو بهتون گفتم چون خیلی سوال پرسیده بودین در موردش ازم. و بچه بخش بعدی که میخوام در موردش الان توی این ویدیو بهتون بگم بخش تسکاشه، که توی ویدیو قبلی گفتم احتمالاً باگ داره و نمیتونید فعالیت کنین، ولی بازم یه سری از بچه‌ها اومده بودن و توی این بخش فعالیت کرده بودن و بخش واسهشون کار کرده بود و تونسته بودن امتیازهای خفنی بگیرن که اسکرین شات یکیشون الان روی تصویر واسهتون میذارم که پیام داده بود و گفته بود این بخش واسهش کار کرده. اسکرین شات امتیازگیریش هم واسهمون فرستاده که الان روی تصویر واسهتون میذارم که میتونید از این بخش هم بچه امتیازهای خفنی بگیرید. اول بیاین تستش کنید، اگه دیدید واسهتون اوکیه و امتیاز میده این بخش هم امتیازهای خفنی بهتون میده. نگاه کنید 2700 تا مثلا اولیه میده، بعدیه یه مقدار دیگه، که شما بچه ها بیاین اونا که امتیاز کم تری داره رو واسه تست انتخاب کنید و یه تست بدین. اگه دیدید روی گوشیتون اوکیه و امتیازها رو بهتون میده میتونید بقیه تسکاش هم انجام بدید. که مثلا من میام اینجا اینی که 101 پوینت میده رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید بچه ها اینجا یه سری تسک در مورد این بازی واسه همون آورده که گفته وقت تا لول 5 بری 14 تا بافتون میدم، تا لول 25 بری 22 تا، تا لول 45 بری 29 تا، تا لول 60 بری 36 تا. که این اول بیان یه تست بزنید که تا لول 5 بهتون میده یا نه. اگه باگ نداشت واسهتون توی این بخش هم میتونید فعالیت کنید و از این بخش هم میتونید امتیازای خیلی خوبی بگیرید به نظر من، چون بچه ها هم فعالیت کرده بودن هم گیفت کارت گرفته بودن باش، که اسکرین شات گیفت کارتش هم الان روی تصویر واسه تون میذارم. گیفت کارتی که با فعالیت توی این بخش گرفته بوده، گیفت کارت 10 دلاری ریزر گولد یکی از بچه ها گرفته بود، چند تا دیگه هم گرفته بودن که این یکی رو من واسه ویدیو اسکرین شاتش گرفتم که بهتون نشون بدم. و این تمام توضیحات بود که در مورد بخش تسک می‌خواستم بهتون بدم که یه تست بزنیدش، به احتمال بالا واسه خیلی اوکی باشه چون واسه چند نفر کار کرده بود، با اینکه گفته بودم باگ داره و فعالیت نکنه، خودم تست نکردم برای برنامه بخش تسکشون باگ داره و کار نمیکنه، ولی این برنامه فکر کنم کار کرده واسه خیلی و اوکی بوده. بخش
بعدی که بچه هم خیلی سوال پرسیده بودم هم مشکل داشتید مربوط به بخش تبلیغ دیدنشه، که بچه اینجا یه بخش داره که گفته با دیدن هر تبلیغ به شما یه دونه پوینت میده، یه دونه امتیاز میده، که من اینجا یه تبلیغ پلی میکنم، سانسورش میکنم و سریع ردش میکنم و همونطور که اینجا میبینید بچه ها یه دونه پوینت به من داد. امتیازامو قبلش دید 54 تا بود، ولی وقتی اینجا کانتینیو رو من بزنم میبینید بچه ها که هیچ امتیازی به من اضافه نمیشه و این بخشش باگ داره، که الان بهتون میگم چجوری این باگ رو برطرف کنید و اینکه چجوری میتونید چند برابر حالت عادی امتیاز بگید، که خیلی راحت الان در ادامه بهتون میگم. پس از این بخش نیان تبلیغ ببینید و امتیاز بگیرید. تبلیغاتش هم بچه ها خیلی خوبه، بین 15 تا 20 ثانیه از تبلیغاتی که داره و توی 15 ثانیه شما میتونید یه پوینت خیلی راحت و اوکی بگیرید. واسه اینکه بچه شما این بخش رو فعال کنید باید بیاین وارد بخش گیمز بشید. اینجا نکنید بچه ها 5 تا مچ اینجا کلش رویال لازم داره تا این خط پرشه. واسه فعال کردن تبلیغاتش باید بیاین اول این خط رو پر کنید، که من اینجا میرم و وارد بازی کلش رویال میشم و 5 تا مچ بازی میکنم که این خط پرشه و در ادامه ویدیو میام بهتون میگم وقتی این خط پرشه چیکار کنید و چه جوری با تبلیغ دیدن و این بخش امتیازاتون رو چند برابر کنید، همش رو در ادامه بهتون میگم. این اکانت کلش رویال هم توی ویدیو قبلی ساختم و بهتونم گفتم که اگه میخواین توی این برنامه فعالیت کنید یک اکانت جدید کلش رویال بسازید که حریفاتون ضعیف بیفتن جلوتون یا بات بیفتن که بتونید تقریبا همه مچ ها رو ببرید. ویدیو رو کات میکنم بچه ها، 5 تا مچ وین میکنم و در ادامه میام بقیه توضیحات رو بهتون میدم. خب بچه ها من 5 تا مچ وین کردم، الان توی بازی کلش رویال هم میریم که خارج بشیم. 5 تا مسابقه وین کردم، الان اون خطه به احتمال بالا پر شده و بهتون یاد میدم که چجوری بخش تبلیغاتش رو فعال کنیم و با دیدن هر تبلیغ 15 ثانیه‌ای امتیاز بگیریم. نکنید بچه ها این خطه الان پر شد و بخش گت پوینت واسه همون روشن شد و میتونیم پوینتاش رو بگیریم، ولی قبلش بزنیم بخش جایزه هفتگی هم بهتون نشون بدم. نکنید بچه ها بخش جایزه هفتگیش هم کلی رفت جلو با 5 تا مچی که بازی کردم، این بخش هم حتما بهش توجه کنید. با چند تا بازی ساده میتونید جایزه بخش هفتگیش هم بگیرید که حدود 70 تا پوینت توی این بخش میتونید هر هفته بگیرید. که بریم اینجا بچه امتیازها رو بگیریم، قبلش بذارین امتیازامو بهتون نشون بدم. نکنید بچه ها من 54 تا امتیاز الان روی اکانتم دارم، اینجا میام بخش گت پوینت رو میزنم. وقتی گت پوینت رو زدید بچه ها نه این کانتینیو رو سری بعدش بزنید، اینجا اون پایین یه گزینه یه گت مور داره که اینو شما بزنید یه تبلیغ واسه تون میاره و امتیاز بهتون میده به جاش، که بذارین بهتون نشون بدم. یه تبلیغ کوتاه میاره و بعدش امتیاز بهتون میده، تبلیغش 15 ثانیه ایناست که من سانسورش میکنم. میکنین بچه ها تبلیغ تموم شد و همونطور که میبینید یه دونه امتیاز به من داد و شد 2.8 تا، که من ویدیو رو کات میزنم یه 4-5 دقیقه تبلیغ میبینم و یه مقدار امتیاز رو اینجا جمع میکنم و بعد در ادامه ویدیو میام بهتون نشون میدم که امتیاز کاملا اوکی اضافه میشه و بخش تبلیغات واسه همون فعال میشه. خب بچه ها نیا کنید من الان 15.8 امتیاز دارم توی این بخش و الان کانتینیو رو میزنم، چند تا تبلیغ دم حدود 5 دقیقه 10 تا تبلیغ اینا دیدم و الان کانتینیو رو میزنم وارد بخش هم میشم که بهتون نشون بدم امتیازا بهم اضافه شده. نگاه کنید بچه ها امتیازا شد 70.66 و کاملا اوکی. از این بخش میتونید بخش تبلیغاتتون هم فعال کنید، اگه دوست دارید با دیدن تبلیغ توی این برنامه امتیاز بگیرید میتونید بیاین از این بخش فعالش کنید. من توی 5 دقیقه حدود 10-12 تا امتیاز گرفتم، اگه شما اوکی فعالیت کنید و بیاین اینجا تبلیغ ببینید که بخش تبلیغاتش هم بهتون یادم چجوری فعال کنید، میتونید اینجا به امتیاز مورد نیاز گیفت کارت خیلی سریعتر برسید. توی کلش رویال من حدود 10 دقیقه اینا بازی کردم، نه 10 دقیقه هم بیشتر، 5 تا مچ رو توی 20 دقیقه بازی کردم 1.8 امتیاز بهم داد، ولی توی 5 دقیقه همونطور که دیدید تونستم حدود 14-15 تا امتیاز بگیرم، حدود 14 تا امتیاز توی 5 دقیقه تونستم با دیدن تبلیغات بگیرم که خیلی امتیاز بیشتری نسبت به بازی کردن. که فقط واسه درآمدش میخواین بازی کنید به نظر من بیاین از این بخش از بخش تبلیغ دیدنش امتیاز بگیرید. وقتی امتیازتون هم بعد برداشتید میتونید بیاین وارد بخش مارکت پلیس بشید و گیفت کارت مورد نظرتون سفارش بدید، خیلی سریع هم گیفت کارتو بهتون میده. چیز دیگه است که الان میخوام بچا توی این ویدیو بهتون بگم، تقریبا همه چیزو بهتون گفتم. یه سری ترفند دیگه هم بچا در مورد برنامه باف هست، اگه دیدم استقبال از این ویدیو خوب بود ویدیوی اونم واسه تون آماده میکنم و میذارم. و چیز دیگه نیست که بخوام بهتون بگم، برنامهش بچا دست کم نگید، خیلی از بچا روزی حداقل 3-4 دلار تا 5-6 دلار از این برنامه همین الان برداشت میزنن و اوکی و پرداختی داره و اکانتتون هم به هیچ عنوان بند نمیکنه با این روشایی که بهتون گفتم.
موفق باشید. خب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اونو حتما برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. در انتهای این ویدیو بچه ها، این دوتا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید یکی از این دوتا ویدیو رو ببینید، یا اگه این ویدیو هم دوست داشتید یه سر به کانالم بزنید، پر ویدیو بالو به درد بخوره که حتما میتونه کمکتون کنه. پس حتما یه سر به کانالم بزنید. تا درودی دیگر، بدرود.